برای مقابله با گونه های جهش یافته ویروس کرونا مقررات قرنطینه و محدودیت ترددها در پنج قاره جهان تشدید شده است در ملبورن استرالیا به علت مشاهده نمونه های از ویروس جهشیافته کرونا و به رغم برگزاری مسابقات جهانی تنیس مقررات قرنطینه و پنج روز ممنوعیت تردد اعلام شد 5 میلیون جمعیت دومین شهر بزرگ استرالیا به جز ساعات اندکی از روز برای خرید مجاز به ترک خانه های خود نیستند فرماندار ویکتوریا گفت ویروس جهشیافته انگلیسی از یک هتل قرنطینه در فرودگاه به شهر سرایت کرده در فرانسه وزیر بهداشت نسبت به گسترش انواع ویروس جهشیافته کرونا هشدار داد و گفت در حال حاضر ویروس جهشیافته نوع بریتانیایی 25 درصد از موارد شناسایی شده ابتلا در فرانسه را تشکیل می‌دهند و دانشمندان نگران شروع, شروع اپیدمی جدیدی در صورتی که این ویروس نقش قالب را پیدا کند می باشند. او افزود شیوع ویروس جهشیافته یافته آفریقای جنوبی و برزیلی در فرانسه غیر قابل اجتناب است. دولت آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد برای کاهش خطر ورود ویروس جهش یافته رفت آمد در مرزهای خود با جمهوری چک و بخشی از مرز اتریش را محدود خواهد کرد. در جمهوری چک و منطقه تیرول اتریش این مناطق به عنوان مناطق شیوع ویروس جهشیافته یافته لیست بندی شدند. نخست وزیر یونان در آتن پایتخت این کشور به مدت یک ماه اعلام قرنطینه کامل کرد. رفت و آمد از ساعت 9 شب الی 5 صبح ممنوع و تمامی مدارس تعطیل و به شکل آنلاین برگزار می شوند و مغازه‌های غیر حیاتی تعطیل خواهند بود این تصمیم به دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونا در هفته‌های اخیر اتخاذ شده است در آلبانی شمار ابتلا و جان باختن رو به افزایش است دکتر دکتر رستم کیکو 75 ساله رئیس بیمارستان پرمید و دکتر شگره 82 ساله متخصص روانشناسی و اصاب یک استاد دانشگاه 37 ساله که در خانه خود بستری بود و زینب روکا روزنامه نگار برجسته و نویسنده مشهور آلبانیایی به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. وزارت به بهداشت آلبانی اعلام کرد طی 24 ساعت با انجام 4092 تست کرونا 1105 نفر معادل 27 درصد مبتلای جدید شناسایی و در همین روز طبق آمار رستی رسمی 14 نفر جان باختند. دکتر سیلوا بینو رئیس مرکز کنترل بیماری های افونی آلبانی گفت تمامی مقررات مقابله با کرونا باید به طور کامل اجرا شوند. ابتلای جوانان به کرونا در آلبانی 61 درصد افزایش یافته است.